والا پسر من حدوداً 27 سالش بود، یعنی در تاریخ 19/6/1171 متولد شده و در تاریخ 25/8/1198 در منطقه فاز 4 شهر کرج به ضرب گلوله و متلاشی شدن جمجمه خدمت رو عرض کنم که از این دنیا رحلت فرمود. در تاریخ 26 به حساب آبا ما رفتیم خدمت رو عرض کنم، یه روز بعد از شهادت پسرم رفتیم خدمت رو عرض کنم که بیمارستان جنازه رو تحویل دادن به پزشک قانونی. از پزشک قانونی تحویل بگیریم گفتن که نماینده از صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر هم تو به زهرا بودیم، به سکینه بودیم، جنازه رو به ما تحویل ندادن. بعد نماینده داستان اومدن گفتن که شما شماره تون رو بیزمت به ما بدید، ما با تون تماس میگیریم. بعد تماس نگرفتن. روز بعد من رفتم دادستانی با دادستان انقلاب شهرستان کرج ملاقات کردم. خدمت رو عرض کنم که فرمودن که جنازه رو ما باید تحویل وزارت کشور بدیم، وزارت کشور نامه زده برای ما تحویل به زهرا بدیم. گفتم استان کرج چه ارتباطی با استان تهران داره؟ خلاص صحبت هایی که با هم کردیم خدمت عرض کنم که گفتن شما برید ما بهتون اطلاع میدیم. یک ساعت بعد به من زنگ زدن خدمت عرض کنم که من جنازه ما رفتم تحویل گرفتم. گویا خدمت عرض کنم که مهندس برق بودن، لیسانس برق داشتن. خدمت عرض کنم که ما یه کارگاه کوچکی در کرج داریم، خود کار چون جای استخدام نبودن، خود کارگار اداره می کردن. بعد خدمت رو عرض کنم که ایشون انگلیسیشون فول بود، زبان انگلیسی وارد بودن. بعد می خواستم کاراشون انجام می دادن، می خواستم خدمت رو عرض کنم که برن کانادا. اهل مطالعه بودن، خدمت رو عرض کنم که بسیار فرد باسوادی بودن، تو تمام زمین ها اطلاعات داشتن. خدمت رو عرض کنم که مخصوصا عاشق شعر و تاریخ باستان ایران بودن.